سلام، صبحتون بخیر باشه. به سکنج خیلی خوش اومدید. همونطور که حسین عزیزم اعلام کرد، محمد انصاری مدافع پرسپولیس در کنار ماست، اومده تا یه گفتگوی درباره فضای فوتبال و همینطور فضای محرم باشیم. البته اینم بگم افتخار داده محمد اومده، خیلی کم گفتگو میکنه و امروز خیلی خوشحالیم که میزبانش هستیم توی سکنج. محمد جان خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و ایام سوگواری حضرت سید الشهدا را خدمت همه تسلیت عرض می‌کنم. انشالله که عزاداری‌هاشون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. چه خبر محمد از این روزا؟ سلامتی دیگه. فعلا که لیگ یه وقفه ایجاد شده به خاطر بازی تیم ملی و البته دو سه روز تیم تعطیل بود. امروز اول جلسه تمرین بود. چرا تیم ملی دعوت نشدی؟ دیگه حالا فعلا که من شرایط مسئولیت دارم، اردو قبلم حالا دعوت شدم، شرایطم حالا هنوز 100% نیست ولی یواش یواش ان شاء الله. یه تمرین که می‌کردی اردوی قبل بله. دعوت شدی؟ تمرین کردم ولی برای بازی دوستانه با تیم ملی امید صلاح ندونستن که پزشکا بازی بکنم. این وقفه‌ای که ایجاد شد تو لیگ برتر به نظرت مثبت بود منفی بود؟ خب طبیعیه، همه جای دنیا بالاخره چون تیم ملی بازی داره وقفه‌ای ایجاد میشه و حالا فکر می‌کنم که شاید بتونیم ما هماهنگ‌تر بشیم، زمان نیاز داریم که بتونیم شاید تیممون شرایط بهتری به دست بیاریم. الان مسئولیتت به طور کامل خوب شده و راحت تمرین می‌کنی؟ الان تمرین می‌کنم. حالا میگم 100% اگر بخوام بگم یه مقدار زمان نیاز دارم، بازی اگر انجام بدم فکر کنم شرایطم بهتر بشه. الان شرایط پرسپولیس چجوریه توی فصل جدید؟ خب شما بازی هفته اول رو بردین، بازی هفته دوم ولی شکست خوردین، توقع هم خیلی از پرسپولیس زیاده. بله، خب شرایط تیمون یه مقدار به خاطر تغییر تحولاتی که هم توی باشگاه هم توی کادر فنی داشتیم یه مقدار تغییرات ایجاد شده و فکر می‌کنم یه مقدار نیاز به زمان داریم که انشالله بتونیم شرایط خوب بدیم. شرایطمون هم خوبه، حالا میگم شاید این بازی نتونستیم نتیجه دلخواه هوادارمون رو به دست بیاریم، امیدوارم هفته‌های بعدی ایشان رو میتونیم راضیشون کنیم ایشان. و در مورد خودت، حالا توی هفته‌های اول بازی نکردی برای پرسپولیس، معمولاً بازیکن‌ها حالا در سطح تو میان وقتی قرارداد می‌بندن تو قرارداد شرط می‌کنن که آقا حتما ما باید توی ترکیب ثابت باشیم و بازی کنیم. تو خود چنین شرطی توی قرارداد داشتی؟ نه، خب تیم پرسپولیس تیم خیلی بزرگه، ما 20 تا 24 5 تا بازیکن خیلی خوب هستن داخل تیم. به شخصه خب برای من تفاوت نمی‌کنه که کی بازیکن، مهمه که پرسپولیس نتیجه بگیره و اینا هم همینجا میگم اگه یک دقیقه هم بازی نکنم مهم موفقیت تیمه و بتونیم نتیجه بگیریم و هوادارمون شاد بکنیم. واقعا تفاوتی نمیکنه که حالا کی بازی بکنه، اینا مهم همونجوری که عرض کردم موفقیت تیم. درسته، این خیلی خوبه که حالا خیلی از فوتبالیستا معمولا خیلی حریصن برای اینکه بخوام بازی کنن طبیعی. و وقتی خب که بازی نمیکنن هر کسی دوست داره بازی کنه، بالاخره طبیعیه هر کسی بازی نکردن باعث میشه مقداری لحاظ شرایط روحی مناسب نباشه، ولی میگم مهم موفقیت تیمه و اینکه میبینیم هوادارمون خوشحالن، این از همه چیز مهمتر. و توی نقل و انتقالات هم من خیلی شنیدم که باشگاه تراکتورسازی خیلی به پیشنهاد جدی داده و انگار جدی هم صحبت کرده، ولی خود در نهایت تصمیم گرفته که توی پرسپولیس بمونه. یه صحبت انجام شد، یه نشست کوتاهی هم داشتیم، ولی خب میگم شرایطم توی پرسپولیس بهتر بود و صلاح دونستیم که الان مثلا در خدمت تیم باشه. آقای کالدرون هم که اومده تازه اضافه شده، من شنیدم خیلی انگیزه داره توی تمرینات و این انگیزه رو به بازیکن‌ها منتقل می‌کنه. درسته. مربی خیلی خوبیه. امیدوارم که بتونه نتیجه خیلی خوبی کسب بکنه و همه ما دست به دست هم بدیم و کمک می‌کنیم که ان شاءالله ایشون هم بتونه نتیجه خیلی خوبی بگیره. آقای برانکو هم جداییش خب یه مقدار هواداران ناراحت شده بودن. البته این روزا هم خلاص 100% اخبار در مورد آقای برانکو شنیدی دیگه، درسته؟ دست گریخته، خب یه سری اخبار هست که الان فکر کنم شرایطش خیلی سخته اونجا، یعنی خودش فکر نمی‌کرد که واقعا بره عربستان. همون بازی اول که شکست خورد اینقدر ازش انتقاد شد. یه مقدار خب شرایط این کشورها و لیگاشون با یه باخت فکر می‌کنم یه مقداری شرایطشون متزلزل بشه و شرایط خوبی که اینجا داشتن خب قطعا هنوز اونجا نتونستن به دست بیارن. پرسپولیس با این قهرمانیایی که توی فصل گذشته داشت و اینکه رفت تو آسیا هم نایب قهرمان شد، یه جوری خیلی توقع هوادارا رو بالا برده. امسال هم فکر کنم توقع دارن که شما چهارمین قهرمانی رو به دست بیاری. فکر می‌کنین که این اتفاق میفته؟ برای 4 سال متوالی قهرمان چه رکورد تاریخی هم
درسته. در اون صورت به جا خواهیم گذاشت. ما خب تمام تلاش رو میکنیم، بچه ها همه تلاش میکنن که انشالله بتونیم، هدفی جز قهرمانی نداریم و تمام تلاش رو میکنیم. حالا یه مقدار شرایطمون نسبت به سال گذشته شاید سخت‌تر باشه، ولی هدف ما قهرمانیه، تمام تلاشمون هم برای رسیدن بهش انجام میدیم دیگه، نتیجه با خود داره. ببین خیلی ها میگن این فینال رفتن پرسپولیس توی آسیا اتفاقی بود که شاید یک بار تکرار بشه، یعنی مثلا پارسال باید قهرمان میشد و نشد. فکر میکنی دوباره این اتفاق بیفته و این پرسپولیس بتونه به فینال آسیا برسه؟ ببین خب رسیدن به فینال آسیا و حالا کسب قهرمانی مستلزم سری امکاناتی و شرایطی که باید تیم‌ها داشته باشه. من فکر میکنم تیمای ما از لحاظ حالا امکاناتی که در مقایسه با تیمایی که میان تو آسیا از کشورهای دیگه، واقعا امکانات خیلی کمی داریم، از یه زمین ساده که گرفته باشه تا خیلی سه دیگه. اگر این امکانات فراهم بشه و از لحاظ سخت افزاری بتونیم مثل کشورهای دیگه باشیم، فکر میکنم این واقعا دستیافتنی باشه، چون بچه‌ها پتانسیل خیلی خوب دارن و این شدنیه. فقط بچه‌ها به من بگم، ما یه آیتم هم می‌خوایم پخش کنیم الان.